پیکرم کشتزار زندگی، گستره دامنم پرورشگاه زندگان. زندگی از من زاده شد و در آغوشم بالید، زنم من، آغازین نقطه عزیمت انسان بر جاده تمدن و تاریخ. آدم ها از پستان ها و دست هایم نوشیدند و خوردند و از من نیرو گرفتند و خند و خرام آموختند، عشق و عاطفه چشیدند و در جستجوی کمال به راه افتادند و دریغا که بسیار محبتم را ناسپاس شدند. جادوگرانم در بامداد اساطیر از دنده چپ مردان آفریدند و کاهنان و شاه شبانان در بیابانها و چراگاه‌های عهد عتیق در عشق با همسرم برابر ندانستند و به اطاعت از شریک زندگیم گماشتند، زیرا که فرمان خدایانشان گویا چنین بود. بر دروازه چهارمین سده باستان افلاطون از ورود به آرمان شهر محرومم ساخت، اما چه باک که شاعران نیز با من بودند به ستایش زندگی و زندگان. باید 6 قرن سر می آمد تا از آنچه فرزند خداوند هدیه آورده بود مرا دیری واگذارند تا در آن ترک دنیا بیاموزم و لذت و آرزوها را فراموش کنم و حتی در پرستش خدا نیز فروتر از مردان باشم و به جایگاه قدیسان راه نیابم. امیرانم در حرم سراها به بند کشیدند تا قرنها عشرت افزای دربارشان باشم. در آستانه قرن هفتم باز به سنگسارم فرمان دادند، پیکرم را زنده در کفن کردند، از نیمه دیگرم نیمی کمتر شمردند و طوق طاعت برگردنم نهادند. اینک ای متولیان بقعه های 5500 ساله، ای نوازندگان ناقوس های 2000 ساله، ای مفتیان یاسای 1000 و چند ساله، شکرانه سرخوشیتان دیروز در کوجه های ناکجا آباد، سربازان آسمان 5700 تازیانه بر پای مادر تاریخ نواختند و 2000 شمع کافوری بر جمجمه بانویی که از دیر گریخته بود افروختند و 1000 و چند قلوه سنگ بر پیکر زنی که به ناچار گردنانی را به بهای عشقی زهرآلود خریده بود پرتاب کردند. اما پرهیزکارانه کوشیدند تا قلب سنگهاشان از پرتغالی بزرگتر نباشد، زیرا خداوندشان به مهربانی فرمان داده بود. به قرنهای مرده بازگردیده ای مجریان اساطیر آسمان، گیسوان رودابه را قیچی کنی تا زال برای فراز آمدن کمندی نیابد. انگشتان منیجه را ساطور کنید تا بیژن جاودانه در چاه بماند. این شهر هرچه و هر که باشد، شهر شما را میگویم، شهری که بوی مرگ و ماتم و وحشت دارد، شهری که در ظلام هزاران تشویش نازدان دخترکان را با صدای گلوله به همبستری کفتاران مجبور میکنند، در صبح تیباران تا بهشت خدایان خون سرمستشان با ورود باکری خردسال نیاشوبد بوی زباله و ادرار این شهر میدهد. اما چه غافلید که تاریخ در جا نمیزند. این جاده یکسویه را بازگشتی نیست، راهی است فرارونده و بی سراشیب و انسان از پیمودنش ناگزیر. تاریخ این پیر، این امیر با معجزه‌اش آگاهی است، پیری جوان که انسان را از غارها به اوج تمدن آورد و بر زمین و زمان استیلا داد و بر رموز هستی آگاهیش ساخت، هرگز به بازگشت نمی اندیشد. و انسان نیز زن یا مرد، آری در بند ممکن است بماند، اما شعور انسان در بند نمی ماند. انسان هوشیار خردمند هر روز آزادتر قدم بر می دارد. برهان این حقیقت شفاف است، امروز دیگر دیروز نیست. بینندگان عزیز، پس از یک قطعه ازتون خواهش میکنم کسانی که ناراحتی دارن، ناراحتی اعصاب،
و ناراحتی قلبی دارند از تماشای این ویدیو کلیپ خودداری کنند. برمیگردیم و در خدمت استاد مهندس بهرام مشیری خواهیم بود و به زن در ادیان ابراهیمی و به ویژه زن در اسلام خواهیم پرداخت. خواهش میکنم کسانی که ناراحتی عصبی دارند ویدیو کلیپی رو که نمایش میدیم نگاه نکنند. خانم آقایون، در خدمت آقای مهندس بهرام مشیری هستیم، پژوهشگر مستقلی که سالهای طولانی است در واقع به نوعی مبارزه فرهنگی مؤثر دست داده است، چهره آشنا برای همه ایرانیان اهل فرهنگ. خوش آمدید. درود بر شما. اجازه فرمایید که درود بفرستم خدمت هموطنان، هم زبانان گرامی، پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستن. بسیار سپاسگزارم که دعوت فرمودید مجدد خدمت شما هستم. آقای مشیری، داستان امروز داستان زن هست در ادیان ابراهیمی و زن در اسلام. شروع بکنیم. بله بله، زن در اسلام. اجازه بفرمایید که در ابتدای سخن یک یادی بکنیم از زندانیان سیاسی.
و کسانی که ما آنها رو میشناسیم و آنهایی که نمیشناسیم که اینها در این کشتارگاه های رژیم هستن، به ویژه کسانی که مشهور نیستن، چه تعداد جوانانی که اینها در این ماجرای جنبش سبز بردن و به قتل رساندن و سر صدا هم نشد، چون اینا اهل شهرستان بودن، آمده بودن، کسی کاری نداشتن. توصیه یک دوستی که وارد بود به امور این زندانیان، میگفتن که مثلا در شیراز یا اصفهان جای دیگر خانواده ها بهتر است همه به اتفاق بروند، به اتفاق بروند و تنها نروند. این یک مطلب. در ضمن یادی بکنیم از تبرزدی، این مرد دلیر که سالها سر زندان رژیم هست و دچار در واقع گرفتاری جسمی و قلبی است. این یک یادآوری لازم آمد که اینجا خدمتتون بکنیم در ابتدای سخن. اجازه بفرمایید برویم سر این داستان زن در اسلام. اجازه بفرمایید. بله، ما در این سخنانی که از بچگی میشنیدیم، شما هم شنیدید، دوستان هم شنیدن، که این زن خیلی بیچارگی داشت، بدبختی داشت و این رو به گور میکردن، اسلام عزیز آمده است و زن رو نجات داده، حقوق شما دعوان کرد و هیچ کنم از ما تحقیق نکردیم ببینیم آقا این سخن تا چه حد درست هست، چگونه عرب میامده است و دختر خود رو به خاک میسپرده و هیچ فکر نمیکردیم اگر چنین هست و این یک سنت فراگیر بوده، پس توالد و تناسل در عرب از کجا آمده، این اعراب از کجا آمدن. این است که ما این مغالطات اسلام رو و طرفداران اسلام رو مرتب شنیدیم و هیچ ریسرچ هم نکردیم. در واقع این اسلام عزیز آمده است و برای نفی اون که پیش از اسلام بوده اون دوره رو جاهلی خوانده و بعد آمدن دیگران اسلام پناهان این واژه جاهلی و جاهلیت رو به کل مدنیت بشر تعمیم دادن، یعنی که مدنیت یونان و ایران و چین و همه اینها، هندوستان، اینا هیچ بوده، اینا از خودم تمام زلالت بوده و گمراهی بوده، اسلام آمده. یه مطلب. بعد که ما نگاه میکنیم به این داستانها و در واقع تاریخ پیش از عرب در بیابیم که مطلق چنین نبوده که میگفتن در واقع زنان در جامعه عرب بسیار بسیار محترم بودن. ما این رو از اشعار دوران جاهلی در میابیم و بافت قبیلگی ایجاب میکرده است که در واقع زن به قوت قبیله و گسترش قبیله کمک بکنن و بسیاری از این عرض میکنن که وقایع و در واقع گسترش قبیله از طریق ازدواج ها بوده. مثلا این چهار خلیفه نخستین اسلام که همه زادگان دوران جاهلی هستن، البته اینها از طریق عرض میکنم ازدواج ها با هم بوده، از محمد تا علی. حالا از این ما میخوایم فعلا بگذاریم و برگردیم به این موضوع زن به طور کل در تاریخ عرب. ما میدانیم که در روزگار محمد سه بت در اونجا بوده است که عرض کنم عزا، لات و منات، ما اینا رو میدانیم. اینها یادگار زن خدایی اعراب در روزگاران بسیار بسیار پیش بود. اگر ما بپرسیم از این حاجیایی که میرن به مکه، آقا رفتیم مکه چه کردی؟ میگوید رفتیم بین صفا و مروه هفت بار دویدیم و دور حرم هفت بار طواف کردیم. خب دیگر چه دیدید؟ یک سنگ هم اونجا هست، حجر اسود، بسیار بسیار مقدس است. ما او رو نگاه کردیم و از پشت شیشه دست دادیم و اعراب میبوسن و دست میکشن از اینجور حرفا. یکی نپرسید که آقا این سنگ نمایندگی چه چیز رو میکند، از کجا آمده، چرا شکلش بدین گونه است و این مطلب باقی مان تا عصر جدید که محققان آمدن مثل کام هاوزن، مثل ویلیام رایس، از طریق در واقع کمپارتیو میتولوژی، یعنی تطابق اسطوره ها و تطابق نیمی، دریافتن که اصلا این مفاهیم چگونه بوده، چون آثار ملموسش تا روزگار محمد هم بوده. من اجازه فرمایید که این حجر الاسود رو لطفا نشان بدین هموطنان ما ببینن. بر این حجر الاسود هست، این چندین بار این شکسته، یک بار در روزگار حجاج ابن یوسف ثقفی که بمباران کرد اونجا رو با منجنیق و میگوین عبدالله ابن زبیر این رو در نقره گرفت، یک بار غرامته دزدیدن و در شاه مستراح آویختن به مدت 23 سال و بعد پول زیادی گرفتن و پس دادن. اینو خوب نگاهش بکنید، حجر الاسود، بله، شکل این سنگ رو
ما نیک بنگریم تا برگردیم سر صحبت. خیلی خیلی از شما ممنونم دوست عزیز ما در اتاق فرمان. و عرض کنم که این سه خدایی که در عرب بودن، یعنی لات، عزا و منات، اینها دختران خدا بودن و در واقع عزا که بزرگترین اینها بود، وقتی شکلشون نشان بدم شکل برای توضیح میدم، بله این سمت شرق عزا هست، سمت عرض کنم که میانی، زن میانی لات هست، الله، و دست راستی منات هست. هفت دختر پرستنده اینها مأمور خدمت عزا بودن، بوت عزا دست چپ، بله، که هر سه زن هستن، توجه داشته باشید، زن را به خاک می سپردن، زن را به خاک می سپردن. ما میخوایم مطلب رو اینجا بازش کنیم، بله. و وقتی هفت دختر پرستنده که می آمدن، ابتدا به طول برهنه هفت بار دور این حجر الاسود طواف می کردن و برمی گشتن و خدمت عزا می کردن. و این حجر الاسود که نگاه میکنیم کاملا شکل عضو جنسی زنان است که نشان دادیم. ممکنه یک بار دیگه نشون بدیم؟ یک بار دیگه حجر الاسود رو نشان بدید. فرمان به خدمت شما عرض کنیم، یافته های کام حاضر و دیگران چه بوده. بله ببینید، این در واقع علامت زنانگی به نشانه زایایی و تولید در این جهان، اعراب اون رو مقدس میدانستن و این تصادفی نیست که شکل حجر الاسود به این شکل است. اصلا این خیلی چیز غریبی است که فکر کنیم تصادف هست. یک سنگ آسمانی است که افتاده و اعراب این رو آوردن در اونجا گذاشتن. جان مشیری جانم، آیا ممکنه سنگ رو نشون بدیم دوباره؟ این که میفرمایید این قاب دورشه یا این خود سنگه؟ بله، که در نقره گرفته شده، خود سنگه. در نقره گرفتن به خاطر این شکسته بود، یه سنگ سیاهی است که البته افسانه های دروغین هست، این همه سیاه هستن، که این سنگ سفید بوده، گناهان گناهکاران رو جلب کرده. بنابراین خدایان عرب عرض میکنم که ماده بودن، ما حتی خورشید هم از شمس در واقع مؤنثه لطفاً خدایان رو مجدد نشون بدین، لات و عزا و منات رو نشون بدین تا من خدمتتون توضیح بدم. ببین اینا خدایان عرب بودن قبل از اسلام. بله، اینها در واقع خدایان عرب که ستگان میان انسان و الله بودن. الله رو عرب میشناخته، الله اختراع کسی نیست، کما اینکه ما نام عبدالله بسیار داریم، پدر بنیانگذار اسلام اسمش عبدالله، ما میگویم محمد ابن عبدالله، یعنی بنده الله. اینها واسطگان بودن. شیخ شبستر میفرماید که مسلمان گر بدانستی که بود چیست، یقین کردی که دین در بود پرستی است. عرب و میزان نادان نبودند که گمان کنند که چیزی که خود ساختن، سیمبولی که خود به از خود ساختن، اینها براشون کاری انجام میدن. اینها اتهاماتی است که اسلام عزیز وارد کرده. ما در کشور خود ما هم که سلسله بعد از سلسله آمده، دیدیم سلسله های جدیدتر نفی سلسله های گذشته کردن. پهلوی ها نفی قاجار ها، این آخوند ها نفی پهلوی ها، این عرض کنم داستان اسلام عزیز هم نفی ارزش های اعراب پیش از اسلام بوده. بسیار فرزانگی ها داشتن، اخلاق نیک داشتن، فقیر هم بینش. لطفا برگردونید این خدایان رو دوست عزیز. بله ببینید از چپ به راست، بالای سر العزا که این در واقع العزا ویرجین بوده با خدای باکره، خداوند ستاره سحری یا ونوس که در بالای سرش هست و با درخت عقاقیا شناخته میشه. ببینید پشت سر درخت عقاقیاست و خداوند عشق و خداوند نیرو و تندرستی است و از دیگران جوانان جوانتر هست. عرب این رو بسیار دوست می داشتن. یک شیخ عرب در حال فوت تولی ما گزارش می کند که می گریز. گفتن از چه می گریه شیخ؟ گفت می ترسم بعد از من لات و عزا رو کسی پرستش نکنه. گفت شیخ نترس که چه نست. اینا همون هایی هستن که همون آیات شیطانی مربوط به این ثبوت هست که وقتی پیغمبران گذار اسلام آمده است و گفته است این بطار کنار بذارین، اعراب گفتن حتی لات و عزا، گفت نه نه نه، اونها شفیع هستن برای شما، چنان تعریف کرد در قرآن و بعد بازگشته و گفته اونها رو شیطان در گوش من گفت. یعنی عظمت اینا به حدی بود که پیغمبر اسلام هم در اون جدار نخستی نتوانست اینا رو نصب کنه. العزا عرض کنن که هرودوت و سایر مورخان یونانی از اینو نام بردن. شهرت العزا که به معنای نیرومند و نیرومندتر هست، از شمار جزیره العرب تا جنوب و مرزهای ایران بوده. ما
وردخواهان یونان به اینا اشاره کردن. در میرد هست کردن درخت عقاقی هاست، چون در درخت عقاقی ها یک سمت تولید میکنه که بسیار بسیار مفید برای سلامتی است. خود این در واقع مجسمه عزا در چیز هست، در همین کعبه بود، اما معبد بزرگ اون در محلی به نام نخله که اونجا سه درخت بزرگ عقاقی ها در اونجا بود و میگفتن عزا از اینجا با از آسمان وارد شده. و میخوام خدمت شما عرض کنم که این لمس این بود، ما آدم ها مراتب موهوم رو نمیتوانیم لمس کنیم. خدا یک امر موهومی است، زاده گمان ماست، ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم، سعدی فرمود و از اون چه گفته ایم و شنیدیم و خوانده ایم. یعنی زاده قیاس و در واقع وهم و خیال ماست که فردوسی فرماید از نام و نشان برتر است. اینها باری ما لطفا اینا رو نبرین عزیز من، لطفا اینا رو بذاریم باشه. خب ببینید، بنابراین اعراب برای این که لمسی با نادیده داشته باشن اینها رو واسطه ارتباط کرده بودن. خود ما ایرانیان اگر انصاف داشته باشیم، از این قبر به اون قبر میچسبیم به این نقره ها، به قفل ها، به خاطر اینکه میخوایم یه چیز ملموس و مادی داشته باشیم در دست. بشینیم در خانه به آسمان ها نگاه کنیم بگیم الله الله، خدا چیز در دست ما نیست، ما دوست داریم چیزی رو لمس کنیم، مادی باشه، ملموس و ما حسش کنیم. این است که اینها واسطگان بودن. بسیار خوب، این مراتب رو هم ابن خلدون هم مسعودی میگوید اینا انقدر سفیه نبودن که فکر کنن اینا براشون کاری انجام میدن. در میانه خداوند برکت هست، الله در واقع الله الهه یعنی خدای زن، الله یعنی خدای مرد. این در واقع لات هست، لات در واقع هرودوت علی لات گزارش کرد، لات این زن که در میانه این بود در واقع خداوند برکات زمینی بوده است و با ماه تمام نشان داد، با ماه نیم تمام، بعض اوقات خورشید نیم تمام، یعنی همه قرص خورشید رو نشون نمیدادن یا قرص ماه رو. در دست چپ این زن عرض میکنم گندم هست، خوشه های گندم، و در دست راستش یک تکه اسفند هست و ملاحظه میکنید که ایستاده خداوند بهار و برکت زمین و خداوند نشاط و شادی است. و در دست راست ما عرض کنم که اون بوت سوم رو ببینیم، مینات که با ماه تمام نشان داده میشه، این خداوند زمان بوده است و خداوند سرنوشت و در واقع الهه مرگ هم بوده. ملاحظه کنید اون شرنگی که به دست داره در اون جام، این مینات خداوند مرگ هم هست. داستان ها و قصه ها در باب اینها بسیار هست. اعراب اینها رو دختران خدا، دختران الله میدانستن و شرکای قدرت او. این ثبوت این که واژه مشرک و مشرکین، مشرکون اشاره هست به باورمندان این بت‌ها که اینا دختران خدا هستن. و اولین عبارت، خواهش میکنم میتونید الان بردارین این رو، ممنونم از شما اماد جان. ببینید وقتی که این واژه مشرک و مشرکین باورمندان به در واقع به شراکت این سبوت در قدرت الله بوده، مشرکین. و اولین جمله زنستیز قرآن این است که میگوید شما فکر میکنید خدا دختر داره و شما پسر دارید، یعنی شما میتونید پسر داشته باشید، خدا نمیتونه پسر داشته باشه. این اولین چیز زنستیز قرآن هست. بنابراین این سه بت که ملاحظه کردید محترمترین بت‌های عرب بودن و اون حجر الاسود هم خدمتتون نشون دادم، شمس خورشید هم عرض میکنم که زن هست. این است که اصولا عرض میشود که جنس ماده در تخیل عرب پیش از باستان اینا بسیار بسیار محترم بوده، بسیار بسیار محترم بوده. اما این اتهامات رو بعد ما چکار میکنیم؟ وارد میکنیم که اینها با زنها بیزار بودن و چنان بودن. نشانه هایی که در دست داریم ما در روزگار پیش از اسلام، زنان بزرگی که ما پیش از اسلام داریم یا در مقطع اسلام قبل از اون که این احکام جزمی اسلام حاکم بشه و زن رو یک سره از این فعالیت بیرون کنن، ما چند زن بزرگ داریم. یک زن داریم، ام جندب. ام جندب همسر امرؤالقیس شاعر بزرگ عرب هست. امرؤالقیس عرض کنم که شعری گفت و یک شاعری مناظره کرد، گفت شعر من از شعر تو بهتر هست، گفت ببرین پیش حکم. حکم آخه جامعه جاهل که نمیتواند که حکم در شعر داشته باشه، جامعه جاهل که
مثلا پیغمبر تولید نمیکنه شخصیت ها. زمین که برگردیم سر این داستان، تمام شخصیت های بزرگ اسلام زادگان دوران جاهلی نیستن آقای فروزنده؟ عمر، حمزه، ابو عبیده، ابو سفیان، معاویه، محمد، علی، خدیجه، این همه دوران جاهلی. چه جاهلی بوده که اینا رو تولید کرده؟ باری میگوید که شعر من شعر تو بهتر هست، میگوید که برم پیش حکم. اون شاعر میگوید من همسر تو رو به حکمیت قبول دارم. یعنی ام جندب زنی بود که حکمیت شعر میکرد، ناقد سخن بود، و اینا بردن پیش ام جندب و بسیار خوب اینا رو پذیرا شد. شوهرش یک سو، عرض میکنم که اون شاعر نشستن، آورد دو ورق کاغذ به این دو تن داد، گفت در توصیف اصل خودتان یکی قصیده اینجا در واقع بسرایید. هر دو قصیده گفتن. وقتی که ام جندب خان قصیده اون شاعر رو ترجیح داد به قصیده شوهرش، یعنی در واقع انصافش این حد بود. حالا بگذاریم که ناقلان سخن امروز سخن امرؤ القیس رو ترجیح دادن شعرش رو بر شعر اون شاعر، چون میگن خیلی واقعی تر بوده. این یک زن بود. زن دیگر عرض کنم که خدیجه بود، خدیجه بنت خبیل، که عرض کنم که دوست شوهر دیگری هم داشت و وقتی که بنیانگذار اسلام رو در واقع استخدام کرده برای کارهای بازرگانیش که بسیار هم جوان بوده، یک محمد بوده 24-5 سال، میگوید که ای محمد از من خواستگاری کن. میگه که آخه من بیچاره و فقیر هستم. میگه نه، شما به در بفرست، ابو طالب رو میفرستن پیش خبیل. به معنی که مطلب رو بیان میکنه، خبیل برا شفته که بسیاری از بزرگان عرب، شیوخ عرب آمدن خواستگاری دختر من و من ندادم، به این پسر بی پول فقیر من نخواهم داد. محمد میگوید که دیدی به شما گفتم چنین چیزی؟ مثلا میگه اشکالی نداره، شب جمعه من یک مهمانی میدم و به شما میگم چه کار خواهم کرد. اعراب را عادت بر این بود اگر دست میدادن و قول میدادن امکان نداشت که قولشون رو بشکنه. یعنی وقتی که میگوین آقا بیا اینجا و عرض میکنم که بیعت کن، حالا برای ما ایرانی ها میگیم آقا میگیریم، حالا میگیم و بعدم میزنیم زیرش، مثلا میگم ما، خدا نکرده، ولی عرب این عادت رو نداشت. وقتی میگه من بیعت کردم با ایشون، همیشه این سخن رو داشت، الکریمو اذا بعد وفا. باری خبیل، یعنی طبری با گزارش میکنه که خدیجه مجلسی آراست و ابو طالب نشست کنار پدر خدیجه، گوسفندی سر بریدن، کباب و شراب بسیار دادن، همه با هم خوردن. در این مستی ابو طالب گفت که دخترت پسر برادر من بده. گفت دادم و دست داد و در واقع قولش رو داد. وقتی مهمانی تمام شد، نصف شب خبیل بیدار شد، دیده که سر صدا میاد و محمد پیش خدیجه خوابیده. میگه این خدیجه چه سر صدایی است؟ میگه که من هستم و شوهرم. میگه شوهر؟ تو شوهر نداشتی؟ میگه که تو یاد نداری، تو در حضور شیوخ بزرگ عرب منو به محمد دادی و شوهر من نشسته خنجر که شکم خودش پاره کنه. گفت آقا دیگه شکم تو پاره کنه، گذشته کار، تو منو دادی به ایشون. وضعیت زن در دوران همین پیش از اسلام متناسب با در واقع کلاس طبقاتیش با هم متفاوت بوده. حالا ما مقاله میخوانیم که میگوین که زنان چنین بودن در قبایل پایین‌تر، میپذیریم. بعد یک مقاله میخوانیم که زنان در قره چنین بودن. یکی از زنان بزرگ همین خدیجه بود که به اختیار خود در واقع خواستگاری کرده و در واقع زنان میتوانستند اگر که دارای لیاقت و کلاس طبقاتی باشند به مدارج عالی صعود بکنند. نمونهش همین خدیجه. خوشبختان آخوندها حتی تو سر زن بزنن، قرآن جاهلی جاهلی، تو سر خدیجه نمیتوانن بزنن، چون خدیجه زن پیغمبر بوده و اونقدر هم قدرت داشته که حضرت رسول نتوانسته است که در زمان خدیجه زنی دیگری بگیره. سب که خدیجه فوت شده، بعد زنان بسیار گرفته. بنابراین این یک موردش است، مورد خدیجه. و عرض میکنم خدمت شما عایشه مورد دیگری است، عایشه بنت ابی بکر مورد دیگری است که امروز در واقع فمینیست ها بسیار بسیار به عایشه افتخار میکنن. زنی که فرماندهی نظامی داشت، زنی که در واقع تو صورت، به قول عوام میگن، تو روی طرف ایستاد، تو صورت محمد میستاد و از او ایرادها میگرفت. حتی شبی که ایشون قرار فوت بشه، میگه من سرم درد میکنه، میگه من مریض هستم. میگه این زن تو مریض نیستی، من مریضم. میگه نه، تو یه زنی دیگری میخوای، یک زنی برات بگیریم حالتون خوب بشه. یعنی از این سخنان هم میگفت و محمد بسیار از او حساب میبرده. عایشه
از عایشه. از عایشه بله. و عایشه همون زنی است که عرض کنم که در دوران بسیار بد حکومت علی لشکرکشی کرده و فرماندهی سپاه رو بر عهده گرفته و در جنگ جمل فرماندهی سپاه کرده. این یک نمونه دیگری است از ذهنیت همون روزگار. اینایی که میگویند که از کنم که دختران رو به گور میکردند، اینها هیچ شاهد عینی ما ندیدیم که بگوید که ما در اونجا بودیم که فلان کس دخترش رو به گور کرد. در واقع این ذهنیت از اونجا میاد که یک در واقع پیش داوری هست که اختیار در دست مرد بوده، در حالی که چنین نبوده. من تعداد زیادی مادران نمیشناسم که دختری زایده باشه و اون مرد بخواد برود و اون دختر رو زندگی به گور بکند و اون زن بیسته و تماشا بکنه. هیچ مادر این کار رو نمی کنه. البته بسیار بسیار نادر در جامعه عربی احتمالا این کار می شده، کما این که امروز هم در جامعه هندوستان به دلائلی و در جامعه چین به دلائلی دختران رو یا در زباله می اندازن یا کناری بار می زن. بنابراین این که ما این رو علم بکنیم که بگوییم که بله اعراب دختران خود رو به گور می‌بردن، اسلام آمده اینها نجات داره، این سخن باطلی است. ما داستان عرض می‌کنم که هند رو داریم، زن ابو سفیان. هند زن بسیار بزرگی بوده، وقتی که عرض کنم در جنگ بعد پدر او و برادر او رو کشتن، تصمیم گرفت هند انتقام بگیره و وقتی که جنگ احد به انتقام جنگ بدر آغاز شد، 6 تن از زنان بزرگ عرب آمدن به سنت همیشگی اونها که در جنگ ها شرکت میکردن، زخمیان رو مداوا میکردن یا خود مستقیم در جنگ شرکت میکردن آمده و در واقع گوهرهای خود را به یک غلام داده که اگر تو یکی از نزدیکان محمد رو بکشی، به خصوص حمزه رو، من همه این گوهرهای ترم رو که ما رو وحشی میشنم، وحشی باید این نامش باشه، غلام آفریقایی بود که دو سه نفر آدم مشهور رو کشته و این رفته و حمزه رو کشته و آمده گوش حمزه رو بریده، یک لختی از جگر او هم خاییده و به زمین انداخته. این هند همون زنی است که وقتی که در واقع فتح مکه اتفاق افتاد و پیغمبر نشسته، محمد در واقع به نمایندگی از زنان مکه آمده، میگوید بگو ما دیگر دزدی نمی کنیم. میگوید که اگر زنی شوهر خسیسی داشت چیزی برداشت چگونه است؟ میگوید اون دزدی نیست. میگوید بگو ما آدم نمی کشیم. گو ما آدم بکشیم، ما بچه هامونو بزرگ کردیم، تو اونها رو کشتی. یعنی اینقدر دلیر بود که در همون لحظه شکست هم اینجوری ایستاده و بعد هم ابو سفیان رو طلاق داده. در جنگ یرموک ما هند رو داریم که کمک کرده در جنگ با معاویه با رومی ها. از این نوع زنان ما بسیار داریم. سلما رو داریم که او رو آوردن و برده کردن، چند بار من داستانش رو گفتم، و رفته و عرض کنم که در قبیله خود لشکر جمع‌آوری کرده و با سپاه اسلام جنگیده. ما زنان بزرگ کم نداریم، اما از روزگاری که در واقع این احکام به صورت جزمی و این همین حکم عرض می شود که حجاب که در واقع عمر باعث اون شده و داستانش هم این بوده است که عرض کنم اعراب می آمدن در منزل محمد می نشستن، عمر دید که اینها به زن محمد نگاه می کنن، نگاه می کنن چون مرد پیری بود زنان جوان داشت، و می گوید ای رسول یک کاری بکنین، اعراب به زن شما نگاه می کنن. آیه حجاب نمی کرد محمد این کار رو، ما از طبری بریم نقل کنیم و سایر مورخین میگوید که عمر میومد پشت دیوار میستاد، وقتی که از زنان محمد برای قضای حاجت میرفت میگفت آی حفصه تو هستی، ای عایشه تو هستی، یعنی من در تاریکی شبم دارم این زنها رو تشخیص میدم، که بعد این آیه حجاب عرض میکنم آوردن و زن رو کنار گذاشتن. این مراتبی که اینها آقایان میفرمایند علل اطلاق آقای فروزنده چنین نبوده، رفته رفته اینها زنان رو از فعالیت اجتماعی بیرون کردن. ما زنان داریم در بین خوارج سوار بر اسب با شمشیر، یکی از اینها فریاد زد از طریق از میدانهای جنگ، آیا کسی هست که مرا از دست این سفیداب و سرخاب نجات بدهد که من خسته شدم؟ که وقتی آمدن کشتگان رو بررسی کردن، در میان کشتگان خوارج زنان بسیار به خاک و خون افتاده بودن. این است که این مطلب که عرض میکنم که اعراب دختران خود رو به گور میکردن و اسلام آمده قوانین آورده است، قوانین مدون کرده، عرض کنم به درستی که اینها تصور میکنن واقعا نیست. درست هست که یک قانون فراگیری بر وضعیت زن نظارت نداشت، اما یک قانون دست و پاگیر همیشگی هم در اونجا بر جامعه عربی حاکم نبود و وقتی اسلام آمده است و زن رو فروتر از مرد تصور کرده و آیه آورده است که زنان فروتر از مردان هستند،
این بمانند زنده بگود کردن همیشگی قانونی شده است در تاریخ اسلام، کمایی که ما بعد از عرض بکنم گذشت اسلام هرگز زن بزرگی ما در اسلام نمیبینیم، مگر بعض قبایل مثل ترکان، مثل مغولان که اینها به طور سنت قبیلگی اینها عرض کنن که به زنان احترام میذاشتن. عرض کردم یک بار وقتی فرمانی صادر میشد، یک کسی میخواست این فرمان رو به همه ابلاغ کنه، راه میافتاد با صدای بلند میگو به فرمان خوانین و خواتین. اما در اسلام ما هرگز چنین چیزی رو عرض میکنم که نداشتیم. بنابراین جمع‌بندی بکنی، عرب به زن احترام داشتن، خدایشان عرض کنم که در ابتدا در دوران باستان خدای عرض کنم که زن بوده، بت‌ها دختران خدا و شرکا قدرت او بودن. این حجر الاسود نماینده زایایی و تولید هست در این جهان که هنوز هم برجاست، و این دو سه نشانه در روزگار پیدایش اسلام بر اونجا باقی بود و هنوز هم باقی است. یعنی این کاری که اعراب میکردن در واقع که این هفت باری که گرد خانه کعبه گردش میکردن به احترام این هفت ستاره شناخته شده آسمانی است، بنابرای عرض کنم گزارش کامپ هاوزن دانشمند آلمانی که خیلی خیلی در این باب تحقیق کرده و امروز همین به صورت سنت شده. کسی هم نمیپرسه که حجر الاسود چرا این به این شکل است، از کجا آمده، برای چی ما به این سنگ احترام میکنیم و اینا. و بعد خود ایشان که آمده متاسفانه عرض کنم که ضمن این که سعی میکرده است که فرض بفرمایید که انصاف رو مثلا رعایت کنه، فکر میکردن انصاف این است که هر شب پیش یک زن بخوابی، و این فکر از ذهن اینها نگذشت که آقا یک مرد و هشت زن، هفت زن، آقا چه معنی میده. و این سنت متاسفانه باقی ماند. و بدترین چیزی که باقی مانده که ننگ‌آلود هست در واقع همین داستان سنگسار هست که سنت یهود بوده و اسلام از روی اون گرت برداری کرده. و متاسفانه همونطور که ملاحظه فرمودید ما امروز نمونش رو در اینجا دیدیم که بسیار بسیار وحشت انگیز بود. شما اگر سوالی هست بفرمایید. اگر که نکاتی که فرمودید یه توضیح کلی بود در مورد این مسئله در اسلام، برخورد اسلام در مورد مسئله زن تا چه حد اقتباس شده است از آیین یهود و آیین زرتشت؟ چه تأثیر این دو دین در تألیف برخورد اسلام با زن داشتن؟ تا اونجایی که بنده می‌دانم اساس اسلام گرتبرداری از ادیان دیگر هست، یعنی ساختمان کلی چمون تو کرده پیش عرض کردم از زرتشت هست، قصصش از تورات هست، احکامش بعض احکامش متناسب با فرهنگ عربی هست و رفتارش با زن مقدارش مبتنی بر اون چه در گذشته بوده و قوانینی رو که آورده است عرض میکنم که در واقع برای اعراب جدید بوده، که البته بعض اوقات سعی میکند که مثلا بگوید که احترام کنید، خب بعض جا میگوید، ولی احترام بکنید کافی نیست که شما بگید احترام بکنید بعد یک جا هم بگوید که زنان از مردان برتر هستن و عرض کنم که به خاطری که اینها اونها رو در چیز خود دارن و اینها هستن که تولید اقتصاد میکنن و بعد دستور این که اگر نافرمانی کنن چه بکنید چه نکنید. اما وضعیت زن در آیین یهود و آیین مسیح هم وضعیت بهتری نداشته تا اونجا که من دیدم، که ما فکر نکنیم که حالا در اونجا هم زنان دیگر آزاد بودن و عرض کنم که این میسید نه، و بعض این قضایا هم سنتی بوده متاسفانه و فقه بلسان تأیید کرده، کارهای بسیار وحشتناک مثل ختنه زن، ختنه زنان امروز هم یکی از مسائل خیلی خیلی وحشتناک است در آفریقا که سازمان ملل متحد در واقع اینا چون قضایای خیلی فرهنگی خصوصی هست دخالت نمیکنه. من با خیلی کسان صحبت کردم که دیده بودند نرس هایی که میدانستن معنی این کار چیست، که در واقع عاجز کردن زن هست و از میون بردن از سکشوالیتی زن هست. مجلسی میگوید که یک زنی بود زنان رو ختنه میکرد، حضرت رسول ایشون رو دید گفت فلانی هنوز هم ختنه میکنی؟ گفت بله من ختنه میکنم. گفت که بیا بهت نشون بدم از کجا ببری. یعنی محمد تایید کرده این کار رو. خوشبختانه ایرانیان زیر چند کار بسیار بسیار عجیب
از کنن اسلام نرفتن. یکیش هم همین داستان ختنه بوده. من بیاد دارم در خوزستان مدرسه میرفتن در مسجد سلیمان در دبیرستان محمد رضا شاه، یک دختر خانی با ما همزو همبازی بود. عرض کنم که ما چند روزشون رو ندیدیم، نامش هم هنوز یادم هست ولی نخواهم گفت. بعد از خانواده عرب خوزستانی بودن، بعد از چند روز ما ایشون رو دیدیم. یک باری همین داستان برای هموطنان گفتم، ما ایشون رو دیدیم رنگ زرد رنگ پریده و از صورت که پرسیدیم که چه هست، گفتن ایشون رو بردن و ختنه کردن. این یکی از کارهای بسیار بسیار زشت و قبیح بوده که در واقع جزء فرهنگ منطقه آفریقا بوده و اسلام هم اون رو نفی متاسفانه نکرده. آقای اینا قضیه است. و بعد قوانینی که در باب زن هست، و من تعجب میکنم که ما میبینیم این داستانها رو، یعنی ما میبینیم که یکی از هموطنان ما در همدان گویا بوده، دختری در ماشین نشسته، با چه خشونت اینها این خانم رو بیرون کشیدن و با کتک و توهین اون رو بردن به زندان. اینها از کجا منبعث هست؟ اینها از احکام اسلامی است که منبعث هست. اینها اختراعات کنفوسیوس و روس ها که نیست، اینها منبعث هست از داستان حجاب. و من میخوام به شما یه چیزی رو عرض کنم آقای فرزانه، بسیار بسیار شما تعجب خواهید کرد که من خدمت شما اینجا عرض کنم که در قوانین جزایی جمهوری اسلامی امروز یک زن به اندازه، خیلی معذرت میخوام از شما، اینا قوانین اینهاست، آخوندها میگن لا حیاء فی الدین، عرض کنم که باید گفت لا حیاء فی العلم. احتمالا در این قانونی که اینها گذاشتن میگوید که کل دیه 100 شتر هست. خب دیه کامل، خب 100 شتر، خیلی خوب، چون اگر یک مردی رو ما بکشیم 100 شتر دیهش هست، خیلی خوب، اگر یک زن رو بکشیم چقدر دیهش هست؟ 50 بشه. حالا اگر یک کسی دیزه چپ یک نفری رو ببره، حالا شما فیزیولوژی اسلام رو ببینید و دانش پزشکیشون رو ببینید که میگوید دیزه چپ 2/3 دیه، دیزه راست 1/3 دیه. یعنی این که اگر که دیزه چپ یه آقای رو یکی قطع بکنه 66 شطور و ممیز 6 که 2/3 در کل دیه هست باید پرداخت کنه. اگر یک زن رو بکشن 50 دیه. یعنی فرض کنید که عرصه بر خانم مرکل ماری کوری رو یک کسی بکشه 50 شطور، اما بیزه چپ آقای مثلا صادق خلخالی یا آقای جنتی 66 شطور. شو تصورش رو بکنی. و اگر که اینا رو شما واقعا میخندید، خنده ند، این جز قانون جمهوری اسلامی است. و بنابراین وجود یک زن میگوید که قانون میگوید که مهم نیست که این مرد در 90 سالگی باشه، مهم نیست که در خردسالی باشه یا انین باشه. یعنی اگر حتی عمل جنسی هم از این مرد بر نیاد، یک بیزش 2/3 دیه داره، کل بیزتینش رو قطع بکنن برابر یک دیه کامله. مثل که او رو کشتیم، مثل که او رو کشتیم، ملاحظه فرمودی؟ یعنی این که و مقت، ببخشید عذر میخوام، اینا قانون اینهاست، میگوید که اگر که یک از کنم استخوان نشیمنگاه یک مرد رو بشکنن به شرطی که مطبوعش رو نتوان نگه داره، این دیهش کامله. باز اگه ما مقایسه بکنیم، بزرگترین زنان گیتی رو ما بیاریم به اندازه 50 شطور، مقعد مثلا صادق خلخالی به اندازه 100 شطور ارزش داره. اینا قوانین اینهاست. یا مراتب مربوط به شهادت، یا مراتب مربوط به هزانت، مراتب مربوط به مکافات، چون سن مسئولیت برای مرد 14 سال یا 15 ساله و سن مسئولیت برای دختر 9 ساله. یعنی اونجایی که مکافات هست و پانیشمنت هست دختر عاقلن، اونجایی که مربوط به ارث هست و اونجایی که مربوط به شهادت هست اینا عقلشون عرض میکنم که نمیرسه. و ما خدمت شما عرض کنم غیر از خود قرآن که محدود کرده حقوق زن رو، در واقع اصحاب هم پس از او که آمدن در زن ستیزی خیلی کارها کردن، خیلی سخنان گفتن که مجموعه اینها برمیگردد به اون چی ما امروز حقوق زن مینامیم در اسلام. امروز قانون جمهوری اسلامی شما ملاحظه فرمودید این کار وحشیانه و شگفتانگیز سنگسار، آدم چگونه میتونه رو توجیه بکنه در قرن 21؟ و در واقع چون نیک بنگری
این موضوع کاملا اساس اقتصادی داشته. یعنی این که عرض شود که وقتی که اسلام میخواست گسترش پیدا کنه، اون چه لازمه یه گسترش اسلام بوده، شمشیر بوده، شمشیر. زنان نمیتوانستن کار انجام بدن، بنابراین اون چه میامد درآمد از طریق شمشیر بوده، بنابراین نمیتوانست حقوق مردان رو با زنان یکسان اعلام کنه. و یه چیز خنده‌آوری دیگه که میخوام خدمتتون عرض کنم، در قرآن شریف وقتی که میخواد ارث رو تقسیم بندی کنه، یه سوم و یه دوم و یه ششم و اینها، که زن همیشه کمتر هست، وقتی ما این تناسبا رو با هم جمع کنیم هیچ موقع یک نمیشه. یعنی پیداست که اینها در جمع بندی این قضایا مثل که بلد نبودن این تناسبا رو با هم جمع کنن، چون هرگز یک نمیشه، یا کم میاد یا زیاد. حالا شما بپرسید از این کسانی که میان در برنامه شما که چگونه است که این، من آیهش هم بیارم خدمتتون، که این اعداد کسری که ما با هم جمع میکنیم هیچ موقع یک نمیشه، آقا به دکار میشه، از صد درصد بیشتر میشه یا کم میاد. این است که مجموع اینها در واقع خواستگاهش، میخوام خدمت شما عرض کنم که اینها برمیگردد به وضعیت زنان در روزگار مدینه. یعنی وضعیت اجتماعی و سیاسی مدینه سرنوشت مسلمانان جهان رو تعیین کرده. من میخوام خدمت شما با درجه از قاطعیت عرض کنم که اگر که اهل مکه اینها اسلام میپذیرفتن و محمد میپذیرفتن و بیرونش نمیکردن، امروز اسلام شکل دیگری میداشت. یعنی این همه خشونت رو بگیر و ببند، و این همه عزم کنم که دعوت به خشونت که بیشتر از 527 مورد هست در قرآن اینها نبود. اینا همه خاص به همین جهت هم هست که میگویند که ناسخ و منسوخ، یعنی اگه یک چیز ملاتفت آمیزی گفته در یک باب بعد مجبور شده است در شرایط مدینه اون چیز رو بگوید، میگویند که این که امروز آمده اون دیگری رو منسوخ بکنه. آقای مشیری، سوال بعدی من از شما این است که وقتی اسلام به ایران آمد در مورد مسائل مربوط به زن، حقوق زن، با توجه به پیشینه ایران در برخورد با مسائل زنان چه اتفاقی افتاد؟ آیا این تمدن و فرهنگ ایران بود که تأثیر گذاشت بر اسلام، یا این اسلام بود که مقهور کرد در واقع اون چرا که در ایران باستان وجود داشت در رابطه با زنان؟ به هر حال این مسئله خیلی مهمه، و بعد ببینیم که تفاوت برخورد اهل تسنن امروز و اهل تشیع، تشیع که به هر حال مهدش در ایران هست، این در رابطه با زنان چگونه است؟ بله. این رو اگر موافق باشید، بله، بعد از پیام‌های بازرگانی پاسخ شما رو داشته باشید. بله، در خدمت هست. بینندگان عزیز، در ادامه برنامه امروز در خدمت آقای مهندس بهرام مشیری هستم و برنامه رو ادامه میدیم. پرسشی که من از ایشون قبل از پیام‌های بازرگانی کردم این بود که وقتی اسلام به ایران اومد در مورد حقوق زنان تا شد تحت تأثیر فرهنگ ایران قرار گرفت، و اصولا آیا اسلام برای زن در ایران نوعی رهایی بخشی رو آورد وقتی غلبه کرد، یا اینکه نه در واقع زن در ایران با آمدن اسلام به قهقرا رفت؟ و سوال دیگه هم از حضورشون بود که تفاوت برخورد شیعیان و سنی مذهبان در مورد برخورد با زنان به ویژه در دنیای امروز در کجاست؟ بله، خدمت شما هستم. اجازه فرمایید که تا اونجایی که من متوجه شدم از کار محققان بزرگ، واژه متعه در باب زنان بوده نه در باب مردان. در روزگار اعراب پیش از اسلام جاهلی متعه یعنی از جانب زنان بود. زنان اون کسی رو که میخواستن برای تمتع برعکس بوده. یعنی زن اگر میخواست یک نمیدونم از کنم پرچمی میزد به دم در، که مردمی اون کسی که میخواست میرد و باش سکس میکرد، هر کار داشت. یعنی متعه در واقع ما اگر نگاه کنیم به نوعی که خدیجه انتخاب کرده، متعه کامپاوزر میگوید و ویلیام رایس، اینا محققان خیلی بزرگی هستن و زن بل بارونه شد. برمیگردم سر داستان. ببینید، ما نباید تصور کنیم که مثلا بعض اوقات ما در باب خود و ایران خیلی لاف و گزاف داریم و چون دو پادشاه زن هم داریم، این توهم پیش آمده است که خیلی وضع ما خوب بوده است به وجهی که ما پادشاه زن داشتیم. نه، به وجه هم نبوده که ما ادعا میکنیم.
در واقع اون دو زنی که در روزگار پایانی ساسانیان به پادشاهی رسیدن، یعنی بوران و آزرمی، اینها حاصل قتل عامی بود که شیرویی از برادران خود کرده بود و وقتی بزرگان ایران جستجوگر پادشاه بودن هیچ اولاد نرینه دیگه به دست نمی آوردن، خیلی کوچک بودن، این دو زن رو پادشاه کردن. بنابراین ما در سخنانمون باید متوجه باشیم که لاف و گزاف نکنیم. تا اونجایی که من دیدم در آیین ایرانیان پیش از اعراب، مردان ایرانی اگر می توانستن زنان متعدد می گرفتن، پادشاه زنی و چاکر زنی در واقع، یعنی زنانی می گرفتن به صورت از طبقه پایین تر، زنانی از طبقه بالاتر. پس تعدد زوجات تا اونجایی که من متوجه شدم در... بوده. وقتی که اسلام گسترش پیدا کرده در کشورهای دیگر، مثلا به مرز ایران رسیده، این اسلام حاصل مناسبات خیلی خیلی ساده و بیابانی عرض میکنم که عربستانه و هیچ کس هم کسی تصور نمیکرد که این آیین اونقدر گسترش پیدا بکنه که به فرهنگای بزرگتر هم کارش کشیده بشه. حتی عمر میگوید که من میخوام این اسلام رو فقط برای عربها نگه دارم. قرآن هم میگوید ما پیامبری نفرستادیم مگر اینکه به زبان اون قوم. اما این اعرابی که در واقع نظامی پیدا کرده بودند به انگیزه غارت و بهره کشی جنسی و اینجور صحبت ها شروع کردن به حمله به این سو اون سو. بنابراین وقتی به مرزهای ایران رسیدن با یک جامعه بسیار پیچیده مواجه شدن که اصلا گمان نمی بردن و این تعالیم اسلام برای اینها خیلی کوتاه بود. این است که نیازمند تعبیر و تفسیر، جمع کردن احادیث و ایجاد علم فقه شدن برای اینکه عرض کنم که اون رو بتوانن که در واقع این قامت بلند این جامعه رو یک لباسی به تنش بکنن. خیلی خیلی طول کشیده آقای فروزنده که بشود این قوانین رو به صورت احکام محکم و جزمی بر جامعه حاکم کرد. مثلا ما میدانیم که مثلا عرض میکنم خاتون بخارا که خاتونی بوده است که پادشاه بخارا بوده، چندین جنگ با اعراب کرده و بعد آخرش حاضر شده است که مصالحه بکنه، یعنی پولی پرداخت بکنه و عرض میکنم که با اینا صلح بکنه. بنابراین این تصور خطاست که ما گمان کنیم امروز که اعراب آمدن فردا احکام اسلام در ایران جاری کردن. خیلی خیلی به تدریج، خیلی خیلی به تدریج تا باز شدن مدارس طلبگی، تا باز پیدا شدن مفتی و قاضی و عرض میکنم که شیوخ اسلامی در این گوشه و کنار ایران، شاید دو سه قرن طول کشیده. مردم به شیوه های قدیم زندگی میکردن، البته شاید قضایای اساسی مثل ازدواج و طلاق اینا به وجه اسلامی بوده، اما تغییر وضعیت قدیم به وضعیت جدید من فکر میکنم که مدت زیادی طول کشیده. در مورد تفاوت برخورد شیعه و سنی، شیعه و سنی با زن، عرض میکنم که اهل تسنن، اهل تشیع رو مبدع در این، اینو ابداع میدانن، یعنی دور شدن، رافضی یعنی دور شدن از راه دین، و این کارهایی که شیعیان میکنن مورد تایید اهل تسنن نیست. یکیش هم این متعه است. در واقع علت اختلاف بسیار شدید و عمیق اهل تسنن با اهل تشیع در چند چیزه. یکیش همین موته است که عمر او رو برانداخته، در واقع همین سیغه عقد موقت میگوین، حالا مقالطه. یکی موته است، یکی هم خمسه، در واقع خمس که البته میگوین که خمس موردش این بود که جنگ بدر این اهالی کوفه که ببخشید برکی آمده بودن، این چیزا که مسلمان گرفتن چه بکنیم، قانون خمس رو گذاشتن. بنابراین خمس برای مال باداورد هست، یا اینکه یک مسلمانی در زمینش گنجی کشف بکنه بایستی ببره و یک پنجمش رو پرداخت کنه. این نیست که کار بکنی خمسید. بسیار از خمس متنفر هستن اهل تسنن. در باب ازدواج هم همین متعه هست، یعنی صیغه اینو خیلی بد میدونن، به همون سنت عرض کنم که قدیم اهل تسنن که تنه اصلی اسلام هست حرکت بکنن. اما
رفتار شنیدم در سیستان و بلوچستان. ما این مطلب که فراموش نکنیم این است که قطع نظر از اون که اسلام چه گفته و قوانینش چه بوده، این فرهنگ های مختلف نسبت به ارتفاع فکرشون و نگاهشون به جهان بالا و پایین بوده، یعنی برداشت فرومایه تری یا برداشت عالی تری. مثلا ما مردم ایران بر روی هم یه برداشت خیلی متعالی از دین اسلام کردیم، یعنی یک چیز بیابانی خشن برخورد کرده است به یک تمدن بالا و مردم متفکر بسیار متمدن، بنابراین ما چیزهای زیبا از اسلام ساختیم. بنابراین هرچی جامعه عقب‌افتاده‌تر بوده دینش هم عقب‌افتاده‌تر بوده. من چیزهای خیلی وحشتناک شنیدم بسیار بد در ارتباط با بلوچستان و اون منطقه که هموطنان اهل تسنن ما هستن، در رفتارهاشون با زن قانونن اهل تسنن چهار زنه عقدی میتواند داشته باشن، اهل تشیع چهار زن عقدی اهل تسنن و علاوه هر تعداد که میخواهید زن صیغه. حالا بعض مورخان میگویند که علت اون بوده است که پادشاهان هوسباز که در ایران بودند میخواستن زنان زیاد داشته باشن، اینها حکم کردن به داشتن زنان بیشتر تا اونجایی که به داستان عرض کنن که زنان زیاد مربوط است. اما اهل تسنن پیروان رای هستن که بعد از عمر در تاریخ اسلام بوده است و همون تعدادی که پیشنی شده در تشیع هست که فقط صیغه هست و بسیار هم زشت و مورد نفرت اهل تسنن. اجازه میدید که با هم به یک ویدیو کلیپ نگاه بکنیم، برگردیم. چند سوالم از برنامه قبل آمده مطمئن. که اینها رو سوالا رو مطرح بکنیم و ببینیم که به کجا خواهیم رسید. اتاق فرمان استدام میکنم اگر امکان داره اون ویدیو کلیپ رو نشون بدید تا نظر آقای مشیری هم در موردش داشته باشه. چادر خوشگلی سرت کردی؟ مرسی. از کجا آوردی این چادر رو؟ معلم ها بهمون از یه هدیه بهمون دادن. چرا هدیه دادن؟ به خاطر دست تکلیف و شاید خودمون نباشتیم خیلی هم زحمت کشیدن. خب پس امروز جشن تکلیفتونه نه؟ بله. جشن تکلیف چیه میدونی؟ یه جشنیه که سنت بالا میره میگیریم. میدونی چند سالت باید بشه که جشن تکلیف برات بگیرن؟ سلام. الان چه احساسی داری؟ یکم خجالت میکشم. برای چی خجالت میکشی؟ خب فکر کنم خیلی خیلی مامان و بابا بیان، بعد یکم فکر کنم خجالت بکشم. با این چادرت که پوشیدی که خیلی خوشگل شدی، مثل فرشته ها شدی، نباید خجالت بکشی که؟ میرم خیلی خوشحالی چرا؟ بله خوشحالم چون که به سرم تکلیف رسیدم. جایزم گرفتی امروز؟ بله. جایزت چی بوده؟ آجانم. چی داری میخوری؟ کیک شکلاتی. کیک شکلاتی به بچه خوشمزه است. این کیک به چه مناسبت به شما دادن؟ جشن تکلیف دخترم. شما امروز جشن تکلیفت بود؟ بله. به سن 9 سالگی میرسی نه؟ بله. جشن تکلیف رو برای چی میگیرن تو مدرسه ها؟ که بچه ها به زمان یه سن بزرگتر شدن. خب آقای مشیری این طفلک های معصوم رو دیدین در سنی که باید منتهای بدبختی و ادباره های سرزنده گرامی
میخوام به شما عرض کنم که زندگی بخشی از آدم های این کره زمین تا روز نمیدونم که بستگی به هوا و هوس یک نفر داشته. ازدواج با عایشه این جنایات رو در جهان پراکنده کرد. یعنی دختر 7 ساله، شما طمع کنی به دختر 7 ساله، این یک جنایت و یک ادباری است که هیچ دفاعی نداره. شما از این آقایان که میاین از فیضیه قم از شما زمان بگیرن، بگید آقا ما شما تخفیف میدیم، شما بیاید دو واژه تفخیز و افزا رو برای مردم ها معنی کنید. تفخیز و افزا، این وارد فقه شده به خاطر ازدواج بنیانگذار اسلام با یه دختر 7 ساله که وقتی ابوبکر شنیده لرزیده، گفته آقا اینشون برادر منه، باورم نمیشه آمده چشم انداخته به یه بچه 7 ساله رفته و گفته است که فلانی تو برادرم، گفته من برادر تو هستم، این به من حلاله. خب بنابراین رفتار رسول قانون شده، قانون شده. 7 ساله بوده که این دختر بیچاره که باید با عروسک و عروسک بازی میکرد و 9 ساله بوده که میگوید که با من خوابید. باقری میگوید که آشه میدونی که منشأ حدیث صحیح ترین ها عایشه است، یعنی امام اعظم ابو حنیفه که مطلق حدیث رو قبول نداشت و فقهش مبتنی بر رأی هست و قیاس هست اینها و اجتهاد، این 17 حدیث عایشه رو پذیرفته. بنابراین این عمل ایشان در واقع من نگاه، یعنی دختر 9 ساله که سهل است، تا 15 سالگیش هم بازی میکنه، تا 16 سالگیش هم بچه‌ش باید بازی کنه، به سن تکلیف رسیدی، این واقعا یک جنایتی است در حق دختران ایران و جهان دارن انجام میدن. بفرمایید تفخیز رو معنی کنید، به ایشون بگید و هر کسی که میاد بگیره، و افزار رو معنی کنید. یعنی وقتی که موضوع 7 ساله مطرح شد، علمای دین به شیرخا، به طفل شیرخا هم کشاندن. شما مراجعه فرمایید به رسالات بزرگترین علما اسلام، میگوید بچه شیرخوار رو میتوانی باش دفع شهوت کنی، بنابراین مواظب باشین اگر بچه شیرخوار دین آخوند دور و بر هست یا بچه آخوند، لطفا تنها نگذاری، میگوید میتونی برداری و تفخیز کنی، یعنی بمالی، خیلی خیلی معذرت میخوام، بمالی به این بچه خودت رو دفع شهوت کنی. خمینی در احکام ازدواج و افضا میگوید که اگر شما یک دختر 7 ساله رو بگیری و افضا کنی که از همون فضا بایستی باشه، یعنی گشاد کردن، یعنی دو مجرا رو یکی بکنی. یعنی چیا؟ یعنی دو مجرا رو ایجاد پارگی بشه که بشه دو مجرا به هم متصل بشه. اگر 7 سال کمتر باشه، ببینید من نمیدونم میزان این نکبت و این بدبختی و این ادبار چگونه میشه توضیح داد، یعنی تفکرش مشکل. اگر افضا شد، روح الله خمینی و سید ابوالحسن اصفهانی و همه علمای بزرگ اسلام هم موضوع تفخیز رو در موضوع افضا یکی شد، اگر 9 سال کمترش باشه باید دیه بدی. اما اگر 9 سال شد افضاش کردی، فقط گناه داره، هیچی برای حرج نیست، به جهت اینکه پیغمبر اسلام با 9 ساله ازدواج کرده و با اون دختر خوابیده. اینها باعث همین ادباری شده است که به سن تکلیف، چه سن تکلیفی آقای فروزنده، بچه 9 ساله بچه 9 ساله است. آقا روانشناسی مدر، علم پزشکی، حالا شما بیاید با این مقابلتگار صحبت کنید، نه خیر، اون زمان رشدش بسیار بوده، بچه ها رشد میکردن. آقا چه رشدی میکردن؟ دختر 9 ساله قدش 18 متر که باشه صغیره، در حالی که رشد بچه های امروز بسیار بسیار بیشتر از رشد روزگار قدیمه. یا فرض کنید که ازدواج با زن پسرخوانده، شما زید بن حارثه رو و ماجره اون زن رو میدانید که پسرخوانده بنیانگذار اسلام بود، پسرخوانده‌اش بود و عرب با همون عرض میکنم جاهلیش به قول اینها با زن پسرش ازدواج نمیکرد، این دختر رو داده است به زید، خود ایشون داد. بعد یه رو رفته در منزلشون، دیده که این زن داره نمیدونم با دستاس گندم میکوبه، بسیار زیبا شده و قانون کرده بودن که هر کیشون از هر زن خوشش بیاد مال اونه، ایشون باید حتی زیاد پیغمبر خدا از زن خوش باید زن مال اونه، باید شما طلاق بدی بینی به ایشون. میگوید تبارک الله حسن خالقی، این دانستان خیلی مشهوریست. بعد زید بیچاره آمده، گفته آقا کسی اومد؟ گفت بله رسول الله آمد. گفت چیزی هم فرمودن؟ گفت تبارک الله حسن، گفت از تو خوشش آمده، آمده و به دست خود زنش برده برای ایشون و این قانون رو عوض کردن که با زن پسرت هم میتونی ازدواج کنی، با زن پسر خواندت میتونی ازدواج کنی. این واقعا چیزی که نشون دادین، باید مردم ایران بیستن مقابل این داستان.
این یک ننگ تاریخی و بزرگی است. بچه 9 ساله چه تکلیفی؟ عرض کردن که در قانونشون میگن که 9 سالگی دختر به تکلیف رسیده. حضرت امام جعفر صادق میفرماید که اگر دختر در منزل پدر حایض بشود، نمیدونم شیطان وارد خانه اون خانه اهل جهنم است. یعنی چه؟ یعنی 9 سالگی به سنت رسول شوهر بری برن. شما فکرشو بکنید آقای ویروزی، ببینید که این نکبت و حماقت تا چه حدی است که یقین آخوندها رو گرفته و هیچ توجهی ندارن. بابا زمان گذشته، یک داستان جنایت آمیزی مثل قصاص برای بیابانگردا خوب بوده. شما اگر که فیلم لورنس عربستان هم ببینید، ببینید که در میان راه یک کسی از اونا رو کشت، اینا پاشتن گفت من خودم میکشم، به خاطری که این دو گروه هم نریزن. به جهت این که وقتی از این قبیله که به صورت یک خانواده پیوسته بود یک کسی از اونجا میکشت، به انتقام این یک نفر میریختن 100 نفر میکشتن، بعد دوباره اینا به انتقام مدت جنگا طولانی میشد. و آقا این خیلی فکر خوبی بوده شاید در اون روزگار، در اون بیابانهای عرض کنم از جای توحش بوده در واقع. و آقا کسی یک کسی کشت، همون شخص رو ببین به اونا بکشن که کینه از دل اونا بره. یک جامعه مدنی که قصاص نمی کنه که. شما یک زن خانواده، یک مرد خانواده در یک جامعه شهری بره صندلی رو بکشه اعدام بکنه؟ آخه این اصلا شما ببینید که چه داستانی است. این داستانی که شما نشون دادید به تکلیف چه رسیده؟ باید بره بازی بکنه، بچه نوسته باید بره سن طبیعیش بره با بچه دیگه بازی کنه. عایشه میگوید که من با بچه ها عروسک بازی میکردیم، رسول الله که تشریف میبردن اینا فرار میکردن، بعد ایشون صدا میکرد میگفت بیاین با این بچه بازی کنید، بیاین با این بچه بازی کنید. خب این شده قانون و این چیز واقعا شرم‌آوری که دیدیم بابت همون داستان عایشه است. دوست عزیز من اینجا آقای اولا در میون فرمایشاتون فرمودید که کسانی که از حوزه علم فیضیه از ما وقت میگیرن، ما کسی رو نداریم که از فیضیه از ما شنیدم بعضی اشخاص هستن از حوزه فیضیه آمدن شما نه از فیضیه نیستن. آقا شما از آقای سید مصطفی حسینی طباطبایی یاد میکنید؟ من نمیدونم ایشون کیه. بله ایشون یه شخصیت مسلمان مستقل در ایران هست و در سه جلسه پاسخ سعی کردن پاسخ بدن. آره شما از این دفعه تشریف آوردن، بفرمایید چند لغت رو معنی کنن لطفا. تفخیز، افضا، تعذیر، عرض می کنن که محارب، مفسد و فلعرض. و بفرمایید که اگه اینشون دختری دارن 6 سالشه 7 سالشه حاضرن به یه مرد 50 ساله بدن یا نه؟ جان مشیری امیدوارم بتونم که یه مناظره رو بین شما و ایشون ترتیب بدم و تدارک ببینیم و در واقع مستقیما این سوالات رو بپرسین ازشون. بله بله هیچ اشکالی نداره. اجازه فرمایید چند تا جلسه قبل که شما تشوردید سوالات بسیار زیادی رو مطرح کردن، من بعضی از اینها رو برای شما فرستادم و یک دو تاشم من اینجا دارم. میخواید من یکی از این سوالات رو بخونم؟ نه همشون رو بخونیم، خیلی سوالات جواب بدیم. میگویند که سلام کردن و بعد میگن ایشان با اسلام مخالفن و نظرشان محترم است. سوال این جانب که ایشان اسلام را عامل بدبختی شمردن، حال چگونه است که تمام شعرا و مشاهیر و فیلسوفان و غیره بعد از اسلام پدید آمد؟ ایشان در ابتدا صحبتشان اعراب زمان را افرادی آزاد و متمدن خواندند، اما بعد ایشان فرمودند که اعراب بیابانگرد و عقب مانده بودند. اجازه تو همینجا جواب بدیم. بله. ببینید ایشون در واقع مطلبی گفتن، با درود بر ایشان که دقت کردن و زحمت کشیدن و سوال کرد. ما اگر فردا تصمیم بگیریم بریم دزدی، ما ایرانی ها یه گروهی جمع کنیم بریم غارت کنیم، فرض کنیم در زمان آدمایی که ما میشیم در روزگار قدیم، مثلا در زمان بعد مشروطه، ما یه پیغمبری پیدا میکنیم، یه در جمع میکنیم خواهد بره عربا رو غارت کنه. خب کیا رو جمع میکنه؟ از اراذل الناس رو جمع میکنه دیگه، یعنی کسانی که حاضرن برن دزدی بکنن، آدم بکشن دیگه. نمیدونم علامه قزوینی و ادیب نیشابوری و مستشار السلطنه و دکتر مصدق و نمیدونم مصطفی الممالک که نمیافتن سوار اسب برن دزدی که، یا غارت. بله اینجور بوده. این که عرض کردم بین اعراب آدمهای فرزانه بودن، در مکه و مدینه آدم های فهمیده بسیار بودن، شعرها داشتن، آدم های بیابانی هم داشتن، یا کسانی که عرض کنم که آمدن به اسلام آورده بودن از اراذل ناس بودن، کسانی که حاضر بودن برن سر ببرن و غارت کنن.
آدم درست حسابی هم بینشون بوده، این گونه هم بوده. اون کسانی که میمدن برای پول میرفتن و حمله میکردن این سو، آدم های حسابی نبودن. بهترین اینها در اون لشکرها یکی از صحابه بوده، مثل فرض کنید که سعد بوده یا خالد ابن ولید بوده اینا. ولی کسانی که سرباز بودن و برای این کارها میرفتن، اینها همون بیابانگردان بودن. بنابراین کسانی که آمدن به مملکت ما که دانشمندان نبودن و فیزیکدان ها و منجمی که عراض الله ناس بودن که آمدن حمله کردن. این یک مغالطه خیلی خیلی بزرگی که هست، همین داستان است. ببینید دوست عزیز، از آمدن اعراب تا پیدایش علم 300 سال طول کشیده. شما می توانید با قاطعیت بفرمایید اگه اعراب نیامده بودن بعد از 300 سال چهره ایران چگونه بود؟ امکان نداره چنین چیزی. تمام عرض میکنم که مراکزی که انوشیروان به وجود آورده بود، شما رو من حواله میدم به یک کتاب بسیار بسیار جالب، 5-6 مجلد هست، از دکتر ملایری که خودشان در لبنان استاد بودن، به زبان عربی مسلط هستن و خیلی کتاب جالب نوشتن. ببینید مراکز علمی در ایران به وجود آمده بود، مباحث با فیلسوفان در دربار انوشیروان یکی از بخش‌های خیلی مهم زندگی انوشیروان است. فیلسوفانی که فرار کردن و عرض کنم گریختن از روم، آمدن خدمت انوشیروان و بعد از عرب. شما اگر نگاه بکنید تمام مترجمین آثار اینا ایرانی بودن، از حوزه جنی شاپور یا حوزه های علمی دیگر. بنابراین اون چه ما تمدن اسلامی مینامیم که یک عارضه خوش به مدت 100 سال بوده، یعنی قرن سوم و چهارم. از قرن چهارم به وقت که گذشت دیگه ما آدمی نداریم دیگه به اون وجه، متوجه هستی؟ بنابراین این به هم آمیختن مدنیت های مختلف بوده. مغول ها هم که حمله کردن، قتل عام کردن، یه مدنیت جدیدی به وجود آمد. فرهنگ ها مثل ابرهای بارانزا به هم برخورد میکنن، تولید زایر میکنن. بنابراین اون چه ما به نام علم و فرهنگ مینامیم، از قرآن که نبوده که. شما در اگر میخواهید بفرمایید که اسلام زایای مدنیت هست، یک دانشمند اهل مدینه به ما نشون بدید دیگه، یک منجم اهل مکه به ما نشون بدید. اصلا تعداد اعرابی که تبارشان عربی بود و در واقع خدمتی به علم کردن خیلی خیلی اندک است، خیلی خیلی اندک است. بنابراین این سخن کاملا مغالطه است آقای فرامرز خان. مغول ها هم که آمدن به مملکت ما، کل منطقه مدنیت مغرب هم بردن. ولی ما میدیم تاریخ نویسی بسیار بسیار رونق پیدا کرده، آدم های مثل جوینی ها و عرض بکنم خواجه رشید الدین فضل الله و دیگران تاریخ های نوشتن، وصاف الحضره اینا که نظیر نداشتن، یا هنر مینیاتور که این رو از هندوستان بخشید از چین آورده بودن، یا علم موسیقی رواج پیدا کرده، آدم های بزرگی مثل مراغعی یا قطب الدین شیرازی، اینا کارهای تئوریک موسیقی کردن، اینا بر اثر حمله مغول بوده. بنابراین ما نمیتونم بریم از مغولا خواهش کنیم خواهش کنیم یه بار یه حمله کنی شاید چیزی بشه، اینجوری نیست. اینا که آمدن این دیوار بین مدینه و روزگار اینها طولی شد که خلفایی که بودن اسلام رو یک سره به دور انداختن، مثل مأمون و هارون. اینها مردمان سیاسی و بسیار مترقی بودن. اگر بارها من این را عرض کردم، خواهش می‌کنم فکر کنید، ما میتوانیم با شواهد و قرائن بدانیم که عرض کنم اگر به جای فرض فرمایید مأمون حضرت سامن الائمه بود، ریشه مدنیت رو میکنیم مرد، چون این آقا ولی فقیه بود دیگه، مثل همینا بود. منجما رو حتما میکش، فیلسوفا رو حتما سر میبرید، موسیقی رو که اصلا از بیخ برمیانداخت، توجه میکنید؟ بنابراین علت گسترش این بوده است که برخورد مدنیت ها و ترجمه آثار از یونانی به عربی یا از رومی و از هندی، اینها به هم آمیختن و ما مدت قرن سوم و قرن چهارم تعداد دانشمند تولید شده در این منطقه. بله چنین هست، اما چگونه است که ما قریب 900 سال است که یک شخصیت جهانی ما در اسلام نداریم؟ یعنی در واقع از دوران قرن چهارم که دوران ابن سینا و بیرونی و اینا هست، اندکی قبلش خوارزمی و محمد ابن زکریا که اینا شخصیت جهانی هستن و حکیم فردوسی و طبری و اینا همه در یک قرن هستن، بلکه دست آخونده افتاده و اسلام حاکم شده، فلسفه رو تحریم کردن و غیره. از اون به بعد ما یه حکیم عمر خیامی رو داریم، یعنی عرض کنم که بعدش دیگر نداریم تا یه خواجه نصیر طوسی که بعد از مغول ها بوده دیگه. از خواجه نصیر به این سو یک شخصیت جهانی اسلامی نداریم. بنابراین اگر میخواهید بفرمایید که اسلام زای مدنیت بود، اصلا چنین چیزی نیست، به دلیل اون که اگر قرار بود مدنیت تولید بکند باید در مکه و مدینه میکرد. ما یک دانشمند اهل مکه و مدینه نمیشست. بنابراین برخورد فرهنگ ها بوده. اینا همه مغالطه است، اینا هم مغالطه است. یعنی ما دارای یک کشوری بودیم مستقل، یک امپراتوری،
دین ملی داشتیم، زبان ملی داشتیم و دولت ملی. اینها یک سر برباد رفته. من تعجب میکنم از این دوستان عزیز که یک جو غیرت وطنی هم چیز خوبی است. آقا فروزنده، اسپانیایی ها گفتن ما تحمل نمی کنیم اینها آمدن ساراسن ها تو مملکت ما، همین داستان ها رو برده بودن اونجا، مدرسه موسیقی که از ایران بودن، زریاب کبیر و دانشمندانی که از این سو اون سو رفته بودن در همین قرطبه و اینها. اسپانیا گفتن اینجا جای شما نیست، اینا به زور آمدن در زمان فردیناند و خانم ایزابل اینا رو محاصره کردن، گفتن آقا شما اومدین قتل عام کردید، معابد ما رو خراب کردید، ما این کار رو هم نمی کنیم، فقط به شما وقت میدیم 3 سال یا مسیحیش این عجب بریم بیرون، و بیرونشون کردن اسپانیایی ها و نجات پیدا کردن از این اسلام عزیز. و هندی ها، و هندی ها آقا 1000 سال شمشیر ترکان گردن هندی میبریده که اسلامی بکن، 8% مسلمان شدن جامعه هند. تحمل نکردن این سرخ پوستایی که در این آمریکا بودن، هنوز آقا جدا زندگی میکنن. اینا اومدن اینجا صنعت و موشک هوا کردن و کره مریخ و فلان، ولی اینا هنوز میگن که این سفید پوستا اومدن از انگلیس قبایل ما رو کشتن از میون بردن. هنوز اون حس افتخار قومی درشون هست و جنایاتی که شده اینا هم نمیپذیرن که واسه بیدا مخلوط بشن سخبوسان این مملکت. نمیدونم چرا ما اینقدر رو دست و پای دشمن میفتیم و تکریم میکنیم. آقای فیروزی، شما میتونی به من بگی که اگه حکومت ساسانی 300 سال امتداد میافتا مثلا روزگار ابن سینا یا رازی چه اتفاقی در ایران میافتا؟ این چه حرفی میفرمایید؟ مدنیت. و شما میتوانید به من بگویید که چه میزان کتاب در ایران بوده از میون رفته؟ اینها آقای فرامسخان گرامی، اینها کتابخانه اسکندریه در حمله عمرو بن عاص که در واقع میراث چند هزار سال مدنیت بود را آتش زدن. اینا ارجی برای کتاب و مدنیت نداشتن که. اصلا مرد عرب، زعیم عرب ننگ داشت از کتاب خواندن و نوشتن، میگفت اینا کار نوکرا و موالیه. زعیم عرب با شمشیر حرکت میکنه و سپاه رو این بر اون بر میبره. اینه که تمام نویسندگان اینها ایرانی بودن، ایرانی برای اینا عرض میکنم تفسیر قرآن کردن، ائمه دین ایرانی هستن، مفسرین ایرانی هستن، محدثین ایرانی هستن. اینه که این اسلام برکتی نداشته دوست عزیز، و این بر اثر برخورد فرهنگ های منطقه بوده. ببخشید بفرم. نوشتن که ایشان احمد کسروی را فردی محترم و بسیار شایسته خواندند. بله. حالا اینکه این فرد در حداقل از هان ترکای آذربایجان فردی دون شخصیت است. ایشان مولوی را، حافظ را و غیره را ستودند، و حالان که اینها بعد اسلام شناخته شدند. ایشان از شعرا و دانشمندان و فیلسوفان قبل اسلام هیچ نگفتند، چرا که نیست. ایشان گفتند کتاب شاهنامه در منزل هیچ آخوندی نیست. قبول، اما در خانه اکثر مردم نیست، نه فقط آخوند. این قیاس معل فارغه. آخوند دانسته یا این کتاب دشمنی میکنه. همین پریروز یک قصیده ای از این صافی گلپایگانی از سبر هست که کاملا نفی فرهنگ فوشهای به تعریض داده است به فرهنگ قدیم ایران و رستم و اسفندیار. اینا میگن ما نوکر اولاد نمیدن چی هستیم؟ اهل بیت هستیم. بریم بخونه قصیدهش هست. آقای صافی گلپایگانی گفته اگر در کسی خانه ها نیست شاید فقره، شاید نادانیه. اتفاقا میخوام به شما هموطن عزیزم این مژده رو بدم که هر که شاهنامه چاپ میشه در این دورای اخیر از 5 سال پیش به این سو یک سر فروش میره و کتاب فروش بسیار خوشحال هستن. مردم اقبال کردن در واقع به این کتاب بزرگ. در مورد کسروی چطور؟ بله نون پای عزیزم، کسروی یکی از پاکترین ابنای این سرزمین، یکی از دلاورترین آدم هاییست که یکی از دانات ما افتخار. من اینجا نشستم افتخار میکنم به وجود احمد کسروی تبریزی، این مرد بزرگ، کسی که در تبریز درس خونده و اونچنان نبوغ درخشانی داشته که این مجامع علمی اروپا ازش دعوت کردن که بیا. و این مرد دلاور ایستاد و کاستی ها و بدبختی های این مملکت رو در همین خرافات دین دید و باش مبارزه کرد و ایستاد. آخرش هم جانش رو باید کنید. این پانترکیستا رو شما که مردمانی به نظر من بی عقل هستن و هیچ استدلالی در دست ندارن به معیار قرار ندید. پان ترکیستا با احمد کسروی بزرگ مخالفن و همچنین با شاهنامه فردوسی و با استقلال ایران و با ملت ایران از فرط جهل و نادانی و آدمایی که عرض کنم که اینا رو به این گمراهی انداختن. پان ترکیست دونمایه کسروی دونمایه، من خیلی تعجب میکنم، یکی دانشمندان بزرگ مملکت ما
یکی از مفاخر این فرهنگ هست که شخصیت فوق‌العاده‌ای داره. و اگر کسروی مثلا حافظ رو یا مولوی رو اینا رو نفی و رد میکرد، به خاطری که مردی بود صاحب یک سیستم فکری بود و طرفدار خرد بود، که البته من با این کارش موافق نیستم، نفی مولانا نفی حافظ، شما فرهنگ رو نمیشه نفی کنی، کسروی میکرد. اما باید ببینیم نیت این مرد بزرگ چه بود. نیتش یک، ما پاکتر از کسروی ما من آدمی کم میشناسم. در اخلاق، در اخلاق فردی از فردوسی تا کسروی در این میانه مثل این دو بزرگ ما نمیشناسیم. یک بخش دیگه شون است که شما بهائیت را بهتر از اسلام میدانید، در حالی که همانها که از اسلام آخوندی استفاده میکنند در بهائیت هم نفوذ میکنند و باز استعمار از نو. نه ببینید اولا ما چیزی به نام استعمار ما در لغت نداریم، چون استعمار یعنی طلب آبادی کردن. بدین وجه بود که انگلیس ها که میرفتن ابتدای قراردادی میبستن که ما این کار رو براتون بکنیم، این کار رو به بهانه آزادی و گسترش طبیعی میشه استعمار. استعمار یعنی طلب خر کردن، یعنی خرار بیارید، متوجه هستیم؟ بنابراین این استعمار لغتی در عرب و همچیز نمیشتاسیم، اینا رو علی شریعتی در آورده، اینا لطفا استفاده نکنیم. استعمار ما نداریم. چی بود اصلا یادم رفت کل مطلب؟ میگوید که ایشان بهائیت رو بهائیت عزیزم نه ببینید اولا که این که گفتم اگه مردم ایران بهایی میشن جواب نفود بخاطر آخون بازیشون آیین بهایی آخون نداره. نه من نگاه مخلص خدمتتون هستم، مسلمان و مسلمان ذاته. سعدی میفرماید که همه قبیله من عالمان دین بودن. من میتونم ادعا کنم که بسیاری در قبیله من عالمان همین دین بودن. حرف من این بود که بهائیگری شنیدم که آخون نداره، حداقل شر آخون بود. این یک نکته گذرا بود، وگرنه من در واقع ذهن دینی ندارم که یه دینی رو ترجیح بدم به دین دیگر، مطلق اینجور نیست. من به همه ادیان بیچش نگاه میکنم و اساسا ذهن من دینی نیست. حالا بفرمایید اگر شما پاسخ بدید. شما دارید بفرمایید بدید. تموم شد این سوال. همش تموم شد. بله، چیزی که ایشون مطرح کرد. بله، اینجا عرض به خدمت شما که مطلبی هست. خب اینا که مرحمت و تعاریفی از بنده، اینا رو من نمیخونم. از دوتتون خیلی ممنونم و از شما تشکر کردن که ما رو دعوت کردین و اینم خیلی 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 مفصل هست که نمیدونم که داستانش چیست. بیشتر سوالها در همون جا بود. یک کسی هم نوشته بودن که عالم اعلم بیارید. من میخوام خدمت شما عرض کنم که ما امروز در اینها اصطلاحات فیضیه است. ما چیزی به نام علم ما در این دنیا نمیشناسیم، یعنی که علم به وجه گسترده است که هیچ کس نمیتواند ادعای در هیچ زمینه بکند. قدیما در این فیضیه مینشستن این کتابا رو میخواندن، سخنان لاطائل بیهوده، بعد میگفتن این آقا علم است، مثل فرض کنین منتظری یا مثلا نمیدونم مرعشی، این آقا علم است. چی میداند آقا؟ علم اصلا علم تعریف داره، ما همین رو باید از ما تعریف کنیم. آقا علم یعنی چی؟ آخوند برزی که علم نیست که، هر شبت که میگفتن این آقا عالم است و این علما و از اینجور داستان ها. آقای مشیری، تا چه حد در آیین اسلام ما تغییر رو میبینیم و تا چه حد خشونت در اسلام در مبانیش نفوذ کرده بعد از محمد؟ یعنی آیا اونهایی که همه این خشونت اسلامی یادگار دوران محمد هست، پیامبر اسلام، یا اینکه نه به تدریج بعد از، چون شما اشاره میکنید که محمد با حجاب مخالف بوده و ناچار میشه که آیه حجاب رو بیاره؟ بله، تن زده بود تا مدتی، طوری که ما که اونجا نبودیم، اما کسانی که معتبر هستن و چیزها نوشتن ما از اونا نقل قول میکنیم، مقایسه میکنیم ببینیم داستان چه بود. چون برخورد اسلام با زن بسیار خشنه. بله بله، ببینید اسلام رحمی به هیچ کس نکرده. ببینید ما بچه که بودیم، آقای فروزنده بفرمایید، وقتی که مرغ و خروس جلوی ما سر میبریدن،
ما هیچ حس سمپاتی یا گوسفند نمی کردیم که این حیوانه دارن سر می برن. ما بچه بودیم، شما هم اینجوری بوده حتما، نمی دونم. و میگاه می کردیم مثل این که فکر می کردیم که این حق حیات نداشت، این برای ما آفریدن. چون آمده است، اسلام گفته است که خود الله مدینه برای شما این الاغ ها و این گوسفند ها و هرچه در گیتیس برای شما خلق کرد. آقا چنین چیزی نیست که هیچ کس برای هیچ کس خلق نشده. آقای فرامرزخان گرامی، این است که هیچ ترحمی در هیچی نذاشته، فکر کرده همه چیز مال این آقاست. ما بچه بودن عرض بکنم خیلی راحت میشیم بوزی رو سر میبریم، خون از رگش میزد بیرون اینا. بعد تا میدیم که عجب کسافتکاریست، عجب جنایتیست، به سگها رحم نکرده، به خوکها رحم نکرده این اسلام عزیز. مثلی که کارش دشمنی و هر چیزی بوده. آقا سگ بزرگترین دوست انسان، خیلی خداشناسی رو از طریق سگ دیدن. گفت که جنید با شاگردان بیرون آمده بود، سگی صدا کرد، جنید گفت لبیک لبیک، گفتن تو به یک سگ میگوی باره. گفت من البته مغالطه کرد چون نمیخواست ما ادارش چیز بکنن. ولی سگ بزرگترین وفادارترین دوست انسان در پهنه این روزگار درازنای تاریخ سگ بوده. ایشان آمده و علی رو مأمور کرده که بره سگا مدینه رو بکشه. این مولا علی بیچاره ما هم این بدبخت کاره جنایت آمیزی که هیچ کس حاضر نبود انجام بده میدن دست این آقا. اینم تو سرسپردگی داشت میرم میکرد، پیرمرد 90 ساله سر میبرید، سگا رو سر میبرید، اینا رفته و سگا رو کشته. بنابراین امروز ما در خیابان تهران سگای پاشکسته خون از سرشون میریزه، گرسنه قاطی زباله ها، گربه ها، هیچ ترحمی نگذاشته. آقا چیز فقط تنها چیزی گفته است لا تجعلوا بطونکم قبول الحیوانات. این کافی نیست، لا تجعلوا بطونکم قبول الحیوانات، یعنی شکمتون رو مثل قبر حیوان نخورید، یعنی مثلا گوشت کم بخورید. ولی رحمی برای کسی نذاشته که. ببینید چون منطقه عرب منطقه خشنی بوده، زندگی خشنی بوده اونجا، اما خشونتش اینجوری نبوده. یعنی ما همه جنگ های عرب روی هم جمع بکنیم تا اونجایی که تاریخ بیاد داره، تعداد کشتگانش 1/100 کشتگان جنگ مثلا عرض کنم که سفین نیست. وقتی که عرض کنم که ایشون تشریف آورده و دیده از طریق مسالمت آمیز قبول نمی کنن، خب جمع کرده، با شمشیر بوده کارش دیگه، با شمشیر بوده کار ایشون، دیگری رو بر نمی تافته. کوچکترین حرفی کسی درباره ایشون می زده نصف شب می توزه سرش می بریدن. چند مورد اساسینشن سیاسی داریم ما در تاریخ اسلام متاسفانه، که یکیش هم زن بوده و 3 بچه داشته، شب میپرسن با کارت میکنن. در یک شعر گفته بود، یک شعر در حق ایشون گفته بود، یا یک شاعری بود یهودی، اون هم یک شعر گفته بود، میپرسن سر اینا رو میبریدن. هر کس با این حضرت مخالفت داشت اصلا تحمل مخالفت رو مطلقشون نداشته متاسفانه، و سر میبریده و هر صورت میکشته، دستور کشتن میداده، فلان شکنجه ها. بعد که ایشون فوت شدن، یک سپاهی به جای گذاشته در مدینه به قدر 10,000 نفر که اینها مردمانی هستن کار و زندگیشون رو رها کردن، اگر شطر چران بودن یا کنه میدونم مزارع بودن، اینا شمشیرها به کمرشون، طلبکار از دستگاه خلیفه بودن. یعنی امکان یک کودتایی میرفته قبل از که ابوبکر اینها دسته دسته میکنه و میفرسته بیرون و شروع میکنه اینا اعراب قتل عام کردن، چون اعراب برگشته بودن از دین اسلام و از دین اجدادیشون. مایه های خشونت در بطن اسلام هست، در مائده و بقیه سوره های قرآن دستور محاصره و کشتن و رحم نکردن و اینا همه هست. اینا بهانه شد در واقع، این اعراب موجوداتی شدن بسیار بسیار خونخوار، به خصوص که موضوع قدرت و پول مطرح بود. من میخوام خدمت شما عرض کنم که سر حسین رو به دارالاماره آوردن در پیش یزید، سر ابن زیاد رو در سینی آوردن در دارالاماره پیش مختار، سر مختار رو بریدن در سینی و آوردن پیش مصعب ابن زبیر، سر زبیر رو بریدن آوردن پیش مروه. اینا ریخته بودن به جان هم، میپاره میکردن هم دیگر رو به خاطر پول و قدرت. بنابراین اسلام آیین عرض کنم که چندان صلح‌آمیزی نیست متاسفانه. خداش هم بسیار بسیار خشناکه، مثلا یک دستور کشتن میده و آخرش میگه خدا خیلی رحیمه. آقا من نمیدونم چه خدای رحیمی که دستور کشتن میده. این است که خشونت در بطن اسلام بوده، چون محیط خشنی بوده. اما بعد که موضوع قدرت و زور مطرح شده، البته این
این خشونت بسیار بسیار شدت پیدا کرده در جامعه. آقای مشیری، توضیحات شما منو به یک سری سوالای تازه تر میرسونه و اون است که خب اسلام همه اینها رو ابداع نکرده، قاعدتا از آیین یهود گرفته بخشش رو، بخش از آیین مسیحیت گرفته، از زرتشتیت گرفته، از ادیان قبلیش گرفته، بیشتر یه دین تألیفی است، بله، التقاطی از بله. این ادیان بله. مختلف هست. شما به عنوان یک کسی که به هر حال سالهاست در این زمینه ها مطالعه میکنید، ما چرا به دورانی نزدیک نمیشیم که بشر برای انسانیت، برای اداره امورش در جهان امروز، خب بر مبنای یه معیارهای تازه، یک بیانیه تازه، یک دین تازه بسازه که خوبی های همه ادیان رو گرفته باشه، کنار هم گذاشته باشه؟ در واقع اون بیانیه اعلامیه جهانی حقوق بشر که یه چیز خیلی کلی هست رو در واقع یه دستورالعمل زندگی که بشه باهاش کنار اومد در جامعه جهانی، اون رو تعلیف کرده بود. اصلا همچین فکری درست هست؟ اصلا نشدنی. دوران دین گذشته. ببینید، دوران جادوگری بوده، بعد دوران دین بوده و دوران علم بوده و هر یک از این دوره‌ها با دیگری تداخل میکنه. مثلا بخشی از اندیشه‌های دوران جادوگری و جادو جنبل در چون اینا نمیشود به سوی خط ریاضی کشید که به اینجا جادوگری تمام شد، اینجا دین تمام شد، نه. بنابراین اینها در واقع راه تکامل بشره. دوران جادوگری بوده و اینها، دوران دین، دوران علم امروز. امروز روزگار دوران علمه. دوران علمه. بنابراین دیگه ما نمیتونیم امروز بیاییم و مثلا دین جدید اختراع کنیم. مردم بایستی با اخلاق با هم زندگی میکنن. قوانین حدود کارهای مردم رو معلوم میکنه، مناظر و اعمالشون هست. این دین هم که ما باقی مونده که یادگار روزگار جاهلی هستن، واقعا همین ها یادگار روزگار نادانی انسان هستن، بر جای هستن به طور سنتی. فکر نمی کنم من و شما عرض شود که آقای فروزنده مثلا با تحقیق شیعه شده باشه. شما تحقیق کردین شیعه و بچه بودیم حسین و سینه زنی و تشکیلات و این صحبت هایی که بچه از بوچگی میشنوه به طور سنتی، موروث، دین موروث، اینا ما همه مثلا موروث شیعه هستیم. مثلا در این جغرافی، از این جغرافی حرکت میکنیم به پاکستان، به طور موروث سنی هستن. هندی ها به طور موروث هندو هستن. بنابراین اینا یادگارهای قدیم هست دیگه. امکان چنین چیزی نیست که کسی بخواد بیاد برای دین جدید، اصلا لزومی نداره چنین چیزی، چون نگاه انسان از کنم که گذشته از فراسوی. آیا شما میخواید بفرمید که آدم با علم به انسانیت میرسه؟ نه، من اصلا حرفا نمیزنم. عرض میکنم که دین به معنی کلاسیک یعنی یک دستگاه مابعدالطبیعه. درسته؟ بله. دینی که بدون مابعدالطبیعه نیست، معنی نداره. بنابراین مابعدالطبیعه موهومه دیگه. آدم امروز مابعدالطبیعه قبول نمیکنه. معجزه و وحی که اساسی ادیان سامی هست، اینها همه موهوماته. بنابراین اختراع چنین چیزی دوباره مایه خنده میشه. بنابراین ادیانی که ماندن هستن، مهم این است که در این اسکوپ دید ما آدم ها اساسا انقلاب علمی و فرهنگی. حالا عرض میکنم خدمتتون چگونه علم ممکنه به تباهی بره و انسان نیازمند اخلاق است. یعنی فرض کنید اگه ما در این جامعه صبح از خواب باشیم ببینیم همه داریم به زبان فیزیک و ریاضی صحبت میکنیم، این خیلی چیز بیهوده و سفیهانه است. از روزگار علم، از روزگار رنسانس به این سو، آدم ها متوجه شدن که آقا مقصود انسان بوده و این انسان یک موجود بسیار تنهایی است در یک کره به نام زمین. بنابراین نه اولوالامر، نه مابعدالطبیعه، هیچ چیزی در زندگی ما تأثیری نداره. یعنی ما فکر میکردیم یه روزگاری که اگه حسن زد تو گوش حسین، از میکنم خدا میاد و انتقامشو میگیره. معلوم شد که چنین چیزی نیست و این حرفا رو قدمای ما هم زده بوده. در واقع آدم مثل رازی و ابن سینا اینا گفتن آقا خدا در جزئیات امور هیچ تأثیری نداره، کاری نداره. یه آدمی بود، یه کارخانه به راه انداخته رفت دنبال کارش. ما آدم ها بنابراین همه چیز برای انسان معلوم شد. قانون نویسی انسان برای انسان و همه چیز برای انسان و انسان هست که باید در مرکز دید ما باشه. من میخوام توصیه کنم به هموطنان که ما بعض اوقات در این مسیر وطن دوستی متعصبانه از انسانیت به دور میفتیم. اون چیزی که ما رو از انسانیت دور بکنه باید بزنیم دور.
چون انسان هست که مرکز همه چیز، همه چیز برای انسان هست در واقع، یعنی انسان معیار اندازه‌گیری همه این حرف هاست. بنابراین ما نمیتوانیم در گوش رفیقمان بزنیم به خاطر خدا، منزل یک بیچاره رو غارت کنیم به خاطر خدا. این کاری که اسلامیون میکرد. و اینم که میخوام خدمت عرض کنم، من اینجا خوشومتی دشمنی با اسلام ندارم آقای برامز خان. بدتر این است که ما امروز در مملکت ما یک حکومت استبدادی خشن بسیار عقب افتاده، بسیار تیر روان هست که این احکام این دین رو بر مملکت ما حاکم کرده. ما بایستی مشروعیت رو از این بگیریم، از این دستگاه. با نفی این آخون و اون آخون این مشروعیتش از دست نمیده، چون یه آخون دیگری میاد. ما بایستی به مردم بگوییم که از اساس خیلی ایرادها داشته این دین، احکامش بسیار عقب افتاده بوده از ابتدا. ما ایرانی ها این رو ملایم کردیم، خشونتش رو تعدید کردیم، براش کتاب نوشتیم. مشروعیت رو ما اگه از اونجا قطع بکنیم، ممکن است دوباره گیر آخون نیفتیم. اما اگر تصور ما این باشد که خب این آخون بعد هست، یه آخوند بهتری میتوانیم با همین امام و همین احکام پیدا کنیم، همین خواهد بود. این است که مقصود مشروعیت حکومت دینی. یک فکس از تهران آمده و خواهش میکنم اینو پاسخ کوتاهی بفرمایید. خانم فرانک از تهران پرسیدن که محلل از کجا آمده؟ محلل از عرض کنم که چجوری پیدا شده؟ چجوری پیدا شده؟ یعنی نقطه پیدایشش برای اولین بار چه کسی کرده است من نمیدانم. بعضی کسان گفتن برای اینکه طلاق یک امر بسیار زشتی است. حالا همین محلل واقعا فکرشو بکنید، مایه ننگ این محلل آقای برمستان گرامی. آخه یعنی چه این محلل؟ یک کسی بخواد زنش طلاق بده، خب بعد باید مثل یک مرد دیگر بیاره و با این بخوابه تا این دوره بتون زنشو بگیره. اصلا من نمیفهم استدلال چی هست. حالا با خدا صحبت میکنی، میگوید اونقدر این عمل طلاق زشت هست که، و از کنم بنیانگذار اسلام یا بنیانگذاران اسلام گفتن که فکر بکنن، خیلی خیلی خوب فکر کنن قبلی که زنشون سه طلاق بکنن. و واقعا یک کار خیلی بسیار زشت. آقای مشیری، شما زبان بسیار کوبنده و تیز گاه خشنی رو انتخاب کردید برای بیان نظرانتون. البته من تنها کسی رو که در تاریخ معاصر خودمون میبینم که اون هم با همین صراحت به نقد دین برخواسته و به هر حال برای دادن آگاهی در جامعه، احمد کسروی است. بله. شما از این که سرنوشت احمد کسروی رو داشته باشید حراسی ندارید؟ خیلی سوال خوبی کردید. خدمت شما عرض میکنم که ما بچه که بودیم با شاهنامه بزرگ شدیم. میفرماید که مرا تخت زین باشد و تاج ترگ، قبا جوشن و دل نهاده به مرگ. بنابراین من حاضرم برای بیان یک حقیقت جانم رو بدم تا چه رسد به بیان این همه حقایق. بنابراین 1500 سال ادبار و بدبختی و گرفتاری، این دانشمندان ما همه ترسیدن، جز اینکه دو نفر شجاع مثل رازی و راوندی و تعدادی که به تعریض چیزها گفتن. آقا این اسلام عزیز خیلی چیزای خوب داره، بسیار چیزای پست و فرومایه داره، مثل همین محلل، مثل همین ازدواج با دختر 8 ساله. چرا ما باید بترسیم؟ میگم این کار اشتباهه. آقا اشتباهه، این جنایته، این جنایتی بوده. خب کردن جنایت کردن، ما نمیتوانیم اینا رو تأیید بکنیم. و موضوع مخلص خدمت شما، اصلا انگیزه همه این حرفا از شاهنامه خواندن ما، از بررسی علم در تاریخ، از هر چی گفتیم به غزلهای حافظ که خوندیم و نوع موسیقی پخش میکنیم، یک چیز بیشتر نیست. اون حیثیت و آزادی و عدالت در ایران زمین هست که نیست امروز. بنابراین ما در ایران ایستادیم و چه سعادتیست به سرنوشت کسروی رسیدن، که بسیار بسیار سعادتیست عزیزم. به حال سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه. من از شما این قول رو گرفتم که اگر آقای مصطفی حسینی طباطبایی از ایران ایشون آمادگی داشته باشند برای اینکه با جناب عالی به شرطی که ایشون این چند لغت رو بیان و این چند لغت رو برای مردم ما تفسیر بکن، توضیح بدن، من حاضرم با ایشون صحبت کنم. اگر مالکشی کردن در این تعاریف، اون موقع کار ما به جایی نمیرسه. بله.
ولی خب اگر که به قول شما مانه کشی هم بکنند قاعدتا با توضیحات شما ضد مانه خواهد بود. بله. یعنی ما ببینید این دوستان ما باید بدانند که هیچ چیز جامع و کامل و بی‌نقصی در جهان نیست. اینا میخواهم بگویند این اسلام عزیز با آدم کشیهاش، با دستورات عقب افتادهی که داره، با نمیدونم در واقع رویه های ضد انسانی که داره، اینطور نیست. شما نمیفهمید، ما میفهمیم، بیاد برای شما تفسیر کنیم. بعد چیکار میکنن؟ به دستاویز تفسیر که هر کسی میتواند همه چیز بگوید، یعنی شما دوای بواسیر رو اختراع میکنید در قرآن پیدا میکنن، میکروب ایدز رو پیدا میکنن، نمیدونم زلزله فلان رو. من تعجب میکنم چرا قبلش پیدا نمیکنن، سب میکنن تو یه کسی بری کج رو اینا پیدا میکنن. بنابراین به مغلطه تفسیر مثل اون مرحوم طباطبایی که 27 بگوین مجلد من ندیدم المیزان، اینها همه مغالطاته. قرآن داره معنیست، دستور العمل برای آدم هایی که بفهمن، میگوید در واقع کتاب مبین، یعنی آشکار، هیچ تفسیری هم نداره، معنی داره. بهترین تفسیر هم تفسیر طبریه، چون معنیش کرده. ما نمیتونیم امروز بنشینیم و با مغالطه تفسیر کنیم. مثلا بگوییم که مثلا عرض میکنم که ازدواج با بچه، این رو بخوام مثلا توجیه کنیم، مثلا عرض میکنم، یا نوع کاری که ایشون میکنه اینه که تفسیر رو بذاریم کنار، نتایج این گونه رفتارها و این گونه دستورها رو در جامعه ما ببینیم چه بوده. آیا این جامعه بشری رو به خوشبختی رسانده؟ چگونه است که جامعه اسلامی اینقدر با ادبار و بیچارگی، فقر و بیسوادی تو همه، چگونه است که؟ و یک نکته میخوام اضافه کنم پیرو مطالبی که در باب لات و عزا و مراتینا گفتم، جامعه جاهلی عرب به قول اینها بسیار جامعه متلونی بوده. جوامع چند خدایی به خاطر اینکه اعتقادات مختلف هست، مردم مجبورن به هم احترام بذارن. جامعه چند خدایی زمینه مناسبی است برای دموکراسی، مثل جامعه هند، جامعه یونان و این جامعه عرب هم چنین بوده. اما به محض اینکه استبداد الله پیدا شده، از روز استبداد الله تا به امروز مسلمانان همه اسیر هستن. یک جامعه آزاد مسلمان شما نمیتونید معرفی کنی؟ خیلی غریبه. آیا این به دین هیچ ارتباطی نداره؟ برمیگردد به تسلیم و اینکه این اندیشه که انسان میتواند منشأ اثر باشد از ذهن مسلمانان رخت بربسته. خوشبختانه میبینیم که جنبش در خاورمیانه شروع شده. باز ببینید آیا اینا به آزادی انسان منجر میشه یا نه. سپاسگزارم آقای مشیری، از شما سپاسگزارم، بسیار ممنونم. بینندگان عزیز، برنامه دیگری بود از مجموعه نسیم شمال که با همکاری آقای عماد در اتاق فرمان خدمت شما تقدیم شد. هر جا که هستید دلتون شاد و لبخند بر لبان شما همیشه جاودان. Yeah.
همه به جرم مستی سر دور ملامت میمیریم و میکنیم سر ساقی سلامت همه به جرم مستی سر دور ملامت میمیریم و میکنیم سر ساقی سلامت شکستم همه دشمه دبیر